واسطه فجایع ناشی از حکومت ولایت فقیه در ایران و افراطی‌گری تحت نام اسلام که این رژیم مبدع آن است، جهان اسلام با بحران بزرگی دست به گریبان است، از جمله در عراق، سوریه، فلسطین، لبنان و سایر کشورهای منطقه. به این مناسبت اجازه می‌خوام در کنفرانس حاضر از جانب مردم و مقاومت ایران بر چند نکته مهم تاکید کنم. یک، ما بمباران مردم بیدفاع فلسطین به ویژه زنان و کودکان توسط اسرائیل را محکوم کرده ایم و ما خواستار اقدام فوری جهانی برای توقف کشتار و حملات علیه غیر نظامیان می باشیم و از تلاش‌های پرزیدنت محمود عباس برای رسیدن به آتش بس فوری حمایت می‌کنیم. این حملات که توجه جهانی را از بحران عراق و سوریه منحرف می‌کند، بیش از همه به رژیم ایران سود می‌رساند و پروژه پایان دادن به تقسیم فلسطین و مشخصاً تشکیل دولت وحدت ملی را که رژیم ایران از آن عمیقاً ناراضی است با اخلال مواجه می کند. دو، ارسال سلاح و تجهیزات و هواپیمای جنگی به عراق و سوریه برای حفظ دیکتاتوری مالکی و اسد نقض قطعنامه های شورای امنیت است. جامعه جهانی باید به سکوت خود در این زمینه خاتمه دهد و آخوندها را وادار به توقف ارسال سلاح کند. سه، دولت آمریکا نباید در عراق در ورطه همسویی و همکاری با رژیم ایران و کمک رسانی به حکومت مطلوب این رژیم فرو برود. این یک اشتباه بزرگ دیگر در عراق است و نتیجه جز فرو بردن عراق در جنگ داخلی ندارد. چنانکه بخش‌های مختلف جامعه عراق اعلام کرده‌اند، تنها راه خروج از بحران در عراق برکناری مالکی، خلع ید از رژیم ایران و استقرار یک دولت فراگیر ملی است. چهار، دروغ پردازی های رژیم ایران در مورد حمایت مجاهدین از داعش و ارتباط با آن کذب محض و ادامه یک دهه دروغگویی در مورد ارتباط مجاهدین با القاعده است. هدف از این اکاذیب مانند گذشته چیزی جز زمینه‌سازی برای کشتار مجاهدین و تکرار فجایع انسانی نیست. تا آنجا هم که به خود عراقی‌ها برمی‌گردد، سخنگوی شورای نظامی انقلابیون عراق بارها گفته است این انقلاب داعش نیست، بلکه انقلاب عشایری است که علیه ظلم قیام کرده‌اند. این انقلاب بهار جدید عراق برای پایان دادن به ظلم است و هیچ رابطه‌ای با تروریسم ندارد. پنج، ما ضمن ابراز انزجار از ستم و سرکوب و تعدی علیه مسیحیان و انفجار جنایتکارانه مسجد نبی الله یونس در موصل، از مواضع هیئت علمای مسلمین و عشایر عراق در محکومیت
کوچاندن اجباری مسیحیان تقدیر میکنیم. این یک موضع مسئولانه اسلامی و انسانی در برابر ارتجاع، بنیادگرایی و افراطی‌گری تحت نام اسلام است. هیئت علما به درستی سرکوب مسیحیان توسط داعش را جنایت علیه بیگناهان و خروج از مسیری که پیغمبر اسلام در رفتار با مسیحیان و سایر اهل کتاب توصیه کرده دانسته و خواستار بازگشت مسیحیان به خانه هایشان شده اند. و ما رو در روی انحصار طلبی و استبداد ولایت فقیه همچون 4 دهه گذشته بر احترام به حقوق خواهران و برادران مسیحی و پیروان همه ادیان و آیین‌ها پا می فشاریم. شش، ما اعلام کردیم که مماشات گروه 5+1 با رژیم ولایت فقیه و فرو رفتن در دام ماراتون بی انتهای مذاکرات اتمی و تمدید آن نتیجه جز فرصت دادن به این رژیم برای فریبکاری بیشتر ندارد. برخلاف هیاهوی تبلیغاتی تا امروز رژیم ولایت فقیه پای امضای سند جامعی که جلوی بمب‌سازی را بگیرد نیامده و به وقت کشی و زمان خریدن ادامه می‌دهد. جامعه بین‌المللی باید اجرای بی‌کم و کاست قطعنامه‌های شورای امنیت و مشخصاً توقف کامل غنی‌سازی را در دستور بگذارد. مذاکره اتمی باید با حسابرسی از فاشیسم دینی در مورد نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران و نسل کشی در سوریه و عراق همراه شود. پنهانکاری اتمی، لگدمال کردن حقوق بشر و صدور تروریسم و ارتجاع 3 وجه تجزیه ناپذیر از تمامیت رژیم ولایت فقیه است. اگر رژیم به واقع دنبال سوء استفاده از انرژی اتمی و تهدید و شانتاژ و باج‌خواهی با بمب اتمی در خارج از مرزهای ایران نباشد، قبل از آن باید در داخل ایران از نقض وحشیانه حقوق انسانی و سیاسی مردم دست بردارد، کما اینکه باید صدور تروریسم و کشورگشایی از طریق نسل کشی را کنار بگذارد. هفت، ما کشورهای عرب و مسلمان منطقه را فرا می‌خوانیم که در اعتراض به صدور تروریسم و بنیادگرایی و نسل کشی در سوریه و عراق و به راه انداختن جنگ ها و درگیری های فرقه‌ای در تمام دنیای عرب از بحرین و یمن تا لبنان مناسبات سیاسی خود را با رژیم ولایت فقیه قطع کنند. لازمه صلح و دموکراسی در منطقه خلع ید از رژیم ایران به مثابه کانون افراطی‌گری و تروریسم است و زمان آن است که مقاومت مردم ایران که برای به زیر کشیدن ولایت فقیه به پا خواسته به رسمیت شناخته شود.